خب بچه ها، حتماً میدونید که توی هر سال ما 4 تا فصل داریم: بهار، تابستون، پاییز و زمستون. و الان ما توی آخرین روزای فصل پاییز هستیم و زمستون داره کم کم از راه میرسه. من میخوام امشب یه قصه پاییزی براتون تعریف کنم، یه قصه به نام برگ‌های بازیگوش. به نام خدا. در یک صبح پاییزی، خرس کوچولو از خواب بیدار شد و چند بار خمیازه کشید. به آفتاب نگاه کرد و با خودش گفت: امروز هوا خیلی خوبه. بهتر دست به کار بشم و تمام لباس‌هامو بشورم. اون همه لباس‌های کثیفش رو جمع کرد، همچنین جوراب‌هاش رو که خیلی بو می‌داد. خرس کوچولو 2 تا سطل برداشت و کنار رودخونه رفت. آب رودخونه زیاد بود. روی آب برگ‌های زیادی شنا می‌کردند. این برگ‌ها از درخت‌هایی بود که در پاییز روی زمین می‌ریختند. خرس کوچولو سطلا رو پر از آب کرد تا با خودش به خونه ببره. خرس کوچولو داخل سطل‌ها چند تا برگ دید. با خودش گفت: این برگا اینجا چی کار میکنن؟ من فقط آب میخوام، نه برگ. بعد برگا رو برداشت و داخل رودخونه انداخت و گفت: من نمیتونم شما رو با خودم ببرم. شما بهتره به سفرتون ادامه بدین. خرس کوچولو تو راه بازگشتن به خونه آواز میخوند. اون شعرهای زیادی بلد بود. ناگهان باد تندی وزید و چند برگ از درخت‌ها پایین ریخت. تعدادی از برگ‌ها هم داخل سطلای آب افتاد. خرس کوچولو اخم کرد و گفت: لطفاً از داخل سطل من بیرون بیاین. من این آبو برای شستن لباسام میرم. برین و توی دشت بازی کنین. چرا از روی درخت پایین اومدین؟ بعد دوباره برگا رو برداشت و روی زمین گذاشت. خرس کوچولو سطل آب رو به خونه رسوند. بعد تشت رو آورد و لباسای کثیف رو داخل تشت گذاشت و روی اون آب ریخت. وقتی لباس می شست، برگ‌های بازیگوش باز هم دست از سر اون بر نمی داشتن. انگار برگ‌ها می خواستن با اون بازی کنن. اما خرس کوچولو وقت نداشت. اون تون تون لباسا رو شست. لباسا تمیز شدن. حالا باید لباسا رو روی بند رخت آویزون میکرد تا خشک بشن. وقتی لباسا رو روی بند رخت پهن میکرد، باز هم برگ‌ها دست از سرش بر نداشتن و با وزش باد اومدن و روی لباسای خیس چسبیدن. کم کم خرس کوچولو عصبانی شد و فریاد زد: دست از سر من بردارین. چرا این همه منو اذیت میکنین؟ بعد هم تمام برگ‌ها رو از لباسا جدا کرد. خرس کوچولو تشت رو برداشت تا به خونه ببره. همین که در خونه رو باز کرد، چند تا برگ بازیگوش به داخل خونه اومدن. خرس کوچولو خیلی عصبانی شد. فریاد زد: از شما برگا بدم میاد. زود از خونه من برین بیرون. چرا شماها از روی درخت پایین اومدین؟ نکنه میخواین منو اذیت کنین؟ خرس کوچولو با خودش گفت: باید یه راه حل خوب پیدا کنم. بهتره پیش جغد دانا برم و از اون بپرسم. ببینم چرا برگا از روی درخت پایین اومدن. جغد دانا میدونه. میدونه که من با این برگ‌ها باید چی کار بکنم. جغد دانا جلوی خونه‌اش روی شاخه درخت نشسته بود. خرس کوچولو گفت: جغد دانا، چرا برگا از روی درخت ها پایین اومدن و منو اذیت میکنن؟ ببین چند تا هم الان از درخت پایین اومدن. امروز این برگا اعصاب منو خورد کردن. جغد دانا خندید و گفت: برگا با تو کاری ندارن. اونها توی این فصل باید از درخت ها جدا بشن.
خرس کوچولو تعجب کرد. جغد دانا گفت: برگ‌ها در بهار و تابستون رشد می‌کنند، اما در پاییز نور خورشید کم میشه و درخت‌ها آماده میشن تا به خواب زمستونی برن. در این فصل اونها چون غذا و نور کافی ندارند، برگاشون خشک میشه. برگا بعد از خشک شدن روی زمین میریزن. بعد از زمستون دوباره از خونه های برگای قبلی برگای تازه بیرون میان. خرس کوچولو گفت: یعنی برگا به من کاری ندارن و من اذیت نمی کنن. جغد گفت: نه، اونا به تو کاری ندارن. همیشه برگ ها توی این فصل از درخت ها میریزن. خرس کوچولو خوشحال شد و یکی از برگا رو برداشت و گفت: پس من دیگه از دست برگا ناراحت نیستم. عزیزای دلم، همینطور که دارین میخوابین، توی دلتون دعا کنین و از خدای مهربون بخواین که به همه ما دانایی بده. شبتون خوش بچه های قشنگم. دستم بگیری.